خوش باشی هرکم تدیر کسی به جامعه میکنی چند را روستیه گریه برای رفتن حسنیه بانویی که 2 سال قبل به این مکان آورده شده بود و اکنون پس از صحتیابی همراه با برادرش می خواهد به محل اصلی زندگیش یعنی ولایت بامیان برود. بانو حسنیه 52 سال است و 10 سال قبل به دلیل رفتن 2 پسرش به کشور ایران و بیخبری وی از آنان دچار مشکلات روانی شده بود و 2 سال قبل پس از آن که به تنهایی از بامیان به هدف رفتن به ایران به هرات رسید دارالمجانین هرات او را تحت پوشش قرار داده و اکنون به ای صحت یاب شده است. اول برادر شدیم خوشحال شدیم دیگه از پیش پریشان بودم اونجا از بچه های خماندم اونجا از خانه ازیا ماندم دینجی یک کامری از پاس دلگیر بود. سید منصور حسینی برادر حسنی است. او میگوید پس از اون که 2 سال قبل خواهرش به یک بارگی از ولایت بامیان ناپدید شد تمامی خانوادهش فکر میکردند که حسنیه از بین رفته است. 2 سال قبل که بیرون شده دیگه ما اصلا نفهمیدیم، بعد همین قدر فهمیدیم که میگفته در امون حالی که روانی هم بوده که ما طرف ایران میرم با کسایی گفته بوده، دیگه ما خبری نداشتیم. من تو... رئیس گفتم برای ایران رایی که گفتورم کربلام. شما چی فکر میکنیم که کجا باشم خواهر؟ والا ما مایوس شده بودیم، گفتیم این خواهر ما بیچاره نابود شده دیگه، روانی بوده خدا بین دریا انداخته، بالاخره خب کجا رفته دیگه، از بین رفته دیگه، آدمی روانی را کس جام نمیدیه. چقدر خوشحالیم که الان خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم. این بانو که به خاطر رفتن حسنیه اشک میریزد شهناز نام دارد و مسئول نگهداری بانوانی میباشد که در این مرکز تحت درمان قرار دارند. او با حسنیه شبها را در این مکان صبح نموده و این خود مهر و محبت را بینشان بیشتر ساخته است تا جایی که حسنیه این بانو را مادر خطاب می کند. خواهر ما حسنیه 2 سال قبل از طریق ریاست از زنان با ما تحویل داده شد. بسیار مریض بودن، مریض روانی بودن و ما در حد تمام اول لطف خدا دوم تداوی که ما کردیم الحمدلله کاملا صحتیاب شده و جالب اینجا که 2 سال میشه از خانه بیرون شده، هیچ کس خبر نداری به کجا زنده از مرده از ایتایی که ما با تلاش که طریق حقوق بشر و ریاست زنان انجام دادیم. حاج آقا برادر از اینا میشه که از بامیان اینا رو به جریان گذاشتیم، خیر بینم اینا که نام خیلی پریشان بودن 2 سال میگردم اینا رو دیدم همشیره خورد که لده که اینا خودی هم مصاحبه میکردم خدا شایده که بیخی آدم یعنی بی خود میشد. خب الهی شکر که اونا با هم رسیدن کاملا صحتیاب شده با برادر رو تحویل میدیم، مبلغ هم اینا پول دیشن پول اینا رو هم تحویل میدیم و ما هم بسیار خوشم از بارگاه خداوند بزرگ که همی خواهر ما هم تداوی شدن به فامیل خود برمیگرد. حدود 6 ماه قبل هم در گزارش دیگر با حسنیه مصاحبه کردم. او آن زمان از وضعیت خوبی برخوردار نبود و تحت درمان قرار داشت و قصد رفتن. به جز حسنیه حدود 40 زن و 250 مرد در این مرکز سکونت دارند که با گفته این مسئولان این نهاد این افراد از 34 ولایت کشور می باشند. گرچه لالمر در حد توان خود است هیچ چیز دریغ نکرده، اما از اون جایی که مریض واقعا دیگه نه به کالا میفهمه نه به لباس میفهمه نه به خورد میفهمه نه به خوراک میفهمه، دیگه ما مشکل عمده ما لباس است که اینا به هر شوندرد بین 50 تا 60 دست لباس رو پاره میکنه. هلال احمر نهادی است که 15 سال قبل این مرکز را ایجاد نمود. برای مداوای این افراد نیز یک متخصص صحی گماشته است که به اساس گفته‌های مسئولان این نهاد تا کنون بیش از 100 تن از افراد دارای مشکلات روانی صحتیاب شدند که از این میان 12 نفرشان در سال جاری درمان شدند و حسنیه 13 امین بیماری است که امسال با به دست آوردن سلامتی دوباره به سوی خانه‌اش حرکت نمود.